دوستان و خوبان که دارید اکنون این برنامه رو میبینید، به اون شکل برنامه لایو نیست، تنها چند دقیقه کوتاه آمدم یک خوشبشی در این روز برفی آلمان. خب من پورا هستم، امروز یک شنبه هست، 19 بهمن ماه. برگردونم این گوش این صفحه رو. اوکی، خب امروز بله یک شنبه هست، 19 و می شود 7 فوریه. خب این برنامه لایو به اون شکل نیست، تنها این برف رو دیدم یک بهانه‌ای بود که بیام یک خوشوبشی کنم و یک نکته ای رو خب دوستان میپرسند، پرسش های گوناگونی رو من در جاهای گوناگون میبینم، در فیسبوک، یوتیوب، توییتر و جای گوناگون. خب ما سخن بسیار داریم برای اینها، یعنی دوستانمون که با دوستانمون در انجمن مفنا یا مهندسان، فلسفه خوانده ها و نخبگان ایران داریم کار میکنیم در این زمینه ها، در تلگرام و جای دیگه. خوب دوستان میپرسن در واتساپ هم، یکی اینکه خوب ما انتقاد داریم به این روش ها و این شیوه هایی که در این 40 سال خوب ما رو رسونده به اینجا، یعنی میگیم نتیجه نگرفت. اگر ما اشتباه میکنیم، یکی بیاد بگه که بله کارهای این کنشگران، حالا اجتماعی، سیاسی، هر چی بوده، مبارز، آزادی خواه، درون، بیرون، نتیجه داده. خب یکی به ما نتیجه رو بگه، ما دیگه خب تسلیم، سخنمون رو پس میگیریم. و برای همین ما توی این اندیشه هستیم، یعنی توی این فکریم، جاهای شک میکنیم، پرسش و بسیار چیزا هست که خب ما نتیجه نگرفتیم. یکی بیاد بگه نتیجه گرفتیم، حالا چه باید کرد؟ من در واتساپ و جای گوناگون انتقادهای گاهی تندی دارم، دوستان ناراحت میشن، از سوی با ما دوستند، میشناسند و از سوی در برابر کارهای اینا، کنش اینها، دیدگاه اینا چیزی می نویسن. خب یه مقدار طبیعی هست، ماها اون روشی رو داریم که خب یه جورایی خب هگل، دکتر فریدریش هگل میاد میگه که کار کسایی که در زمینه اندیشه دارن کار میکنند یا نام خودشون رو روشنفکر از این چیزا میذارند، اینا میبایستی با دلیل و نتیجه گرا باشه. یه نتیجه و دلیل، اون چه که ما میگیم، میگیم خب نتیجه ها رو ببینیم دیگه، نتیجه کارهای خودمون رو ببینیم، نه یه سال، دو سال، پنج سال، ده سال، سی سال، 40 سال. خب اینا همینجوری ما بریم پیش، 50 60 70، پس میبایستی بیستیم، درنگ کنیم، بیاندیشیم، شک کنیم، چرا، چگونه چنین شد. خب در این پیوند ما داریم کارهایی میکنیم. من اینجا نیومدم اصلا لایو بذارم، بیشتر بهانه این برف و زمستانی هست که شما دارید بیرون میبینید. و خب یه وقتایی این باغچه پایین من سبز بود، شما دیدید این باغچه، من از اینجا سبزی و از اینجا چیزا کشت کرده بودم و امروز سپید و سپید شده و میخواستم این باشه. ما دوستان گرامی یک رویکرد نوعی رو که از اون به گفتمان دو نو یا پارادایم، گاهی ما اینها رو میگیم، یک کسانی میان اینجا گوش میدن، این سیاسیون گمان میکنن که اگر این سرفست هایی که ما میگیم، پارادایم، گفتمان نو، راه سوم، همینه بردارن بگویند، اوکی کار درست شد. نخیر،
این همیشه میگه مانند دگمه است، شما یه دگمه رو پیدا کنی ببری به خیاط بگی با من برای این برای من یه جامعه و رخت و پوشاک چیزی بدوز. نه، این ریشه داره، محتوا داره، این ساختار به هر حال دارای هماهنگی است و روش به هر حال اندیشه و فکر شده و نو هم هست و ناشنیده هم هست. این گونه نیست که یک کسانی گمان کنن آه ما میدانیم، حدس میزنیم اینا. به هر حال دوستان مفنا روی این فکر کرده. برای همین ما گفتم این با دلیل و نتیجه رو نگاه میکنم، اینو هیچ کدوم اینا نبوده. یکیش این که اندیشمند ایرانی، روشنفکر ایرانی نگاه به افکار عمومی داره یا میخواد محبوب باشه، محبوبیت خودشو نگه داره. این با اندیشه و حقیقت جویی هماهنگ نیست، نمیشود. شما هم بگی من افکار عمومی، مخاطب، رسانه یا قدرت، حالا اون داستان دیگری است، اینا رو داشته باشم. باز هگل برای این پاسخ داره دیگه، اینه که اینها در بیرون اگر پیشرفت کردند اینها رو قاطی نکردند. اندیشه ورز نگاه نمی کنه مردم خوششون میاد یا نه. اصلا این خودکشی است، سمه. این چیزی که ما سالها، یعنی از 100 سال پیش روشن فکرای ما از اون زمان، داریوش شایگان شما ببینید چی میگفته. خب من دیگه بیشتر از این ورود نمی کنم، بیشتر آمده بودم یه خوشی بهش بگم و یه مقدار خبر خوب هم داشته باشه. دوستان میپرسن چه باید کرد؟ حق دارید، نام نمیخوام ببرم در واتساپ و جاهای گوناگون. میپرسن خب شما که انتقاد میکنی راهکار شما چی؟ یکی این که خب ما پیشنهاد راهکار رو داریم و داریم پیش میریم، یعنی راهکار هلو هلو به پرتوکولوی نسخه حب قرص نیست. بگیم بفرمایید، نه، همون جوری که این گرفتاری ها، این چالش ها پرشمار، پیچیده، گسترده است، راه حلش این که آقا یه تظاهرات کن، دو تا تظاهرات کن، آقا دو تا اعتصاب کن، دو تا بیانیه بدیم، 40 تا جمع شیم، اتحاد به وجود بیاریم، 50 تا جمع شیم، شورا بسازیم، 60 تا فلان کن. نه، اینجوری ها نیست. اینا کار سطحیست، کار افکارون پسنده. و نکته دیگر، حالا از اینجا من یه پستی دیروز به گمانم گذاشتم در چند جا. خب یک کسی در بلژیک محاکمه شده، 20 سال زندان، 20 سال، یعنی دیپلمات بوده، نماینده رسمی جمهوری اسلامی ایران، تو هواپیما بمب رو از تهران جا میذارن با خودشون، حمل میکنن، در حالی که خودش، زنش، بچه هست، مسافران درون میخواد بیاره بیرون، چی در یک حالا کنگری یا هر جا هست، این بمبی رو بذارن 100-200 هزار تن کشته بشن. فرمول رو ببینید. خب از این اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی ایران، دفترچی پیدا شده که در اون نوشته شده بود آقای ایکس، خانم ایگرگ، این ماموریت 1000 یورو، 2000 یورو. اینجا ما یه داستانی داریم. خب من گفتم دیگه، گفتم دوستان یک چالش یا هشتگی در توییتر بفیشه یا در اینستاگرام هم میتونن بنویسید تجربه خودتون، به ویژه شما که بیرون کشور هستید، چه چیزایی رو مشاهده کردید از کارهای امنیتی، کارهای اطلاعاتی، تعقیب کردن ها، مشکلاتی که براتون میسازه، اینا رو بنویسید. کمک میکنه. کمک میکنه به چی؟ به دیگران که تو دام نیفتند. من یکیشو دقیقا جالبه، همین پریروز برای من روی داد. البته میگم بارها و بارها برای من روی داده، حالا میخوام بگم یه مقدار عادت کردم. عادت کردم یعنی اینکه ترسی هم ندارم، چون دولت آلمان در جریان هست دیگه.
من تعقیب کردن اینا رو گفتم، مأمورشون هم پیشتر دیدم، بیشتر از اینم لایف گذاشتم و در جریان دولت پلیس آلمان میداند که سیستماتیک یعنی حاکمیت. حالا اینا چطوری این کارو میکنن؟ اصلا فرمولشون چیه؟ جالبه براتون بگم. در همه شهرها یه بزرگ کشورهای بزرگ یا حالا بزرگ و کوچک نشوشیم، یعنی حتی از شهرهای کوچیکی که 100,000 جمعیت داره، تو آلمان شاید ما 1,000 تا از این شهرها داریم، در همه این شهرها دفتر دستگاه امنیتی هست، حالا یا وزارت اطلاعات یا سپاه. خوش به این چقدر اینها چه کار پرهزینه ای رو دارن انجام میدن. بیش از 10 سال پیش، بیش از 10 سال پیش در زمان احمدی نژاد، اون روزای نخستش گفته بودن، یه آماری رو داده بود رسما از سوی بی بی سی که 33,000 نیروی مخفی در بیرون دارن. این نیروی مخفی کارش چیه؟ کارش چیه؟ یه بخشش شناسایی، تعقیب از این دست، تا دام گذاشتن، تا فریب، تا ترور، تا تخریب، تا هر چی که گمان کنید. خب این 3,000 10 سال پیش امروز چقدر شده؟ بیش از 50,000-60,000. خب اینا چی کار میکنن؟ میگیرن میخوابن؟ نخیر، هنگامی که 1,000-2,000 یورو به اینا پول میدن، اینا چی کار میکنن؟ یه شکلش همینه دیگه، تعقیب میکنند. حالا برای نمونه ممکنه این پرسه برشان شده به پورا، مثلا برای چی تو رو تعقیب کردن؟ خب گزارش میکنن. بله، پورا وارد مرکز شهر شده بود و فلانجا رفته بود و و و نیروهای ما رفتن دنبالش. این نیروها هم با ریش و پشم و بال اینا نیست، گاهی یه آقای که به ظاهر دوست شماست، یه خانومه که بسیار خوش برخورده، بسیار و و و، یعنی یه جوری هست که کسی نشناسه، اگه بشناسه که دیگه شکست میخورند کارشو. این یک. دوم اینه که گفتم اینا در همه شهرها دفتری دارن، ساختمانی دارن، به ویژه در جاهای خوب دوربین دارن. یعنی من اگه میرم در دل شهر، مرکز شهر، اینا چیکار میکنن؟ دوربیناشون در یه جای مناسبی هست، از اون بالا طبقه دوم سوم حالا هر چی عکس میگیرن. ای فلانی اومده، مثلا پورا اومده تو دل این شهر، پورا اومده اونجا، حالا با اس ام اس دیگه چیزا هست دیگه، زود به رمزی حالا هر چی هست به اون کسای خودشون میگن شما اینا یا زودتر اصلا برید، این الان داره میره تو فروشگاه فرض کن فلان گالری یا زاتون یا هر جا، یا چه میدونم نتو یا لیدر، هر جا میخواد بره خرید کنه، شما زودتر برید. اینا زودتر حتا میرن، جالبه نه؟ یعنی به جای اینکه تعقیب کنن پیشتر از ما، جلوتر از ما میرن. اون تعقیب تصور ماست که میگیم تعقیب لابد از پشت سر میاد، نخه، اینا اتفاقا میخوان که جلوتر باشن. اینو به شما بگم، حالا مهم نیست حالا اینکه پس میشه، میخوام بگم که اینا در همه شهرها، یه شهری که 50,000-60,000 جمعیت داره، 20-30 تا ایرانی هست اونجا، دفتر دارن، دستگاه اطلاعاتی امنیتی و اینا دیگه، دریابید چه هزینه ای میکنن. و اون وقت مردم در اون گرفتار، بحث کروناست، استرس ها، افسردگی ها، بیکاری ها و اول که شما بیشتر میدونید، چه پول های چند میلیارد دلاری تنها برای چی؟ کنترل مثلا پورا، پورا چی کار داره میکنه؟ ما کتاب داریم، قلم، از شادی، از کمک، از خدمت، از اینا میگیم. خوب، من چیزی رو که گفتم، یکیش گفتم که دوستان در توییتر تجربه خودشون رو بنویسن، این کمک میکنه. من پورا دیروز، هفته پیش، سال پیش و پیشتر، دوستای من حتی، ممکنه کسی نخواد یا شما شنیدید، بدون نام اینا رو بنویسید،
هشتگ کنیم. ما نوشتیم، حالا این پیشنهاد بود در توییتر زیر نام، حالا من این پایین هم اون هشتگ رو می نویسم به گمانم، هشتگ من تعقیب شدم. من تعقیب شدم. شما میتونید این تجربه رو بنویسید، این کمک میکنه، بسیار کمک میکنه، روشنگران است، خونسا میکنه، حال این اطلاعاتی ها رو میگیره. لو میرن دیگه، نه اگه لو برن دیگه نمیتونن همش از این فرمولا به کار ببرن. و خب اینا گاهی دست به کارهایی میزنن. نمونهش گفتم دیگه، در آمریکا اون آقای علی ابرعجمی نازنین رو کشتن، گذاشتن خودکشی. در ترکیه چه کارا کردن؟ در همینجا نامش میذارن خودکشی، سکته، دعوای ساختی از این چیزا. خب اگر اینها رو دوستان بنویسن، یکی اینکه پرسش چرا نمینویسن؟ آیا ندارن؟ اینو به شما بگم، این همکاری با رژیم جمهوری اسلامی است. همه ماها، همه ایرانی های بیرونی که یک کم در رسانه، در این فضاها هستند، براشون یک مورد اطلاعات امنیتی پیش اومده دیدن، چرا نمیگن؟ یکی اینو پاسخ بده. چرا نمیگن؟ این خودش همکاری است. خب ما صد رو بشکنیم، یا شما از همه بخواید، از همه، همه این چهره، خانم گلشیفت فراهانی، خانم گوگوش، خانم آقای داریوش، آقای علی عبدالرضایی، آقای فلاحتی، آقای جوانمردی، آقای مسئول قغنوس اللایار کنگرلو، آقای و دیگران، شما چه چیزی دیدید و چی کار کردید برای خونساشون؟ اونهایی که نمیگند، یک، اونهایی که نمیگند همکاری دارن میکنند، یعنی سکوت، چون داستان دارن. جمهوری اسلامی میگه که اینا باید جای بگی. خب حرف شنایی هست. من گفتم دیگه، تو آلمان میگن، آلمانی های متلی دارن، میگن کمی حامل شدن نداری. نمیشه که تو بگی من کمی حامل شدن. این حامل شدنه. این حامل شدن رو استادای دانشگاه، اندیشمندای ما هم گرفتارشند. کسایی که شما گمانش نمی کنید، گمانش نمی کنی، فکر کنی نیاز نداره، هم پول داره، هم عنوان داره. نه خیر، حالا من اینجا نمیخوام ببرازم، یه وقتی به این خواهم برداخت، مغز آدم سوت میکشه، به اینها خواهم برداخت. پس نخستین، چه چیزی رو میبینید؟ اینها رو بگید. این هشتگ رو که این پایین هم میذاریم، هشتگ من تعقیب شدم، یا حالا پایین خواهیم نوشت، اینو پیگیری کنید. دوم اینکه خب ما هم داریم کاری رو انجام میدیم. اگر ما اشکال میگیریم، دوستانی میپرسن خب ما باید چیکار کنیم و اینها، ببین دوستان، پس از 40 سال همه چیزی که دست ما اومده، چه کار اشتباه، چه کاری درسته، چه کاری نتیجه نمیده، گفته هگل. این کارا که ما داریم میبینیم، این همایش، گرده همایی ها، این بیانیه ها، این شورا ها، این اتحاد، اینا هیچ کدوم، همه تکراری است. خب دوستان و مفرد دارن کارهایی میکنن، چندین کار که ما، من همینجا از شمایی که طرفدار یک حزب یا گروه هرچی هستی، جمهوری خواه، سلطنت طلب، مشروطه، ملی، چپ، راست، بادین، بیدین، هرچی هستید، شما یه لیدر، یه گروه لیدر دارید، یا رئیس و رهبر و همین چیزا دارید، از اونها بخواید و خودتون رو آماده کنید. ما در فیسبوک گروه ابر پارلمان 10,000 ایرانی بیرون، اونجا میتونید کامنت بذارید، یا در همینجا بیوی همین پیج اینستاگرام من، گروه همین پیج خودم، یا گروه ابر انسانهای ایرانی در اینستاگرام، که در تلگرام، در تلگرام که گروهش هست، میتونید دوستان انجمن مفنا رو در فیسبوک، در یوتیوب کانال مهندسان ایران پیدا کنید، همین پیج خودمون، در اینستاگرام پیج دوستان مفنا، انجمن مفنا، بگویید ما میخوایم به این راه نو، گفتمان نو، پارادایم نو،
یا به این ابر پارلمان کمک کنین، بپیوندین، چون راهیست الماسگون، راهیست که نتیجه براش مهمه، زمانمنده، راهیست که نخبگان بومی بر پایه اندیشه بزرگان و اندیشمندان این رو برداشت کردن، کار کردن و کمک کنید. یعنی امروز ما میگیم دوستان کمک کنن. خوبی این طرحی که دوستان انجمن مفنا دارن این هست، یکی اینکه رقیبی بیشتری نیست، یعنی نمیخواد یه گروهی ضعیف بشند. اتفاقا میگه اگر سلطنت طلبی، سلطنت طلب قوی، سالم، غیر درو، راستگو، دارای برنامه باش، قوی میکنه سلطنت طلبا رو. پس انجمن مفنا برای همین میگه که ما حزب، گروه، اصلا اینجور چیزا نیستیم. ما گروهی هستیم پهاش هفت یا میانجی یا یک کاتالیزور یا حالا هر نامی که میذارید، اونچنان نامی نداره، شاید یک گروه بی‌طرف فرض کنید که سازمان ملل یا جامعه جهانی. اینجوری نگاه کنید، ما میگیم اگر جمهوری خواستید سالم باشید، قوی باشید، درست کار کنید، دارای برنامه باشید، شفاف باشید، پاسخگو باشید به مردم، درو نباشید، این بده؟ میگیم اگر چپ هستید بازم اینجور قوی باشید. ما نیاز داریم، ما به همه این تنوع نیاز داریم، ما به این گوناگونی نیاز داریم. چپ باشد، راست باشد، سلطنت طلب باشد، اصلاح طلب باشد، اصولگرا باشد، بیدین بانی، همه باشد، همه باشد، ترسی نداریم، ترسی نداریم. هنگامی که شما مانند یک بدن قوی از بیماری ترس ندارید، بدانید، بشناسید. برای همین میگیم این کار نو هست، این کار کپی و اینجا چیز هم میدونه. یه سری خانم هایی که رسانه دارن تو آمریکا و اروپا هستن و آقایون و اینا میبینن، اکنون دارن میبینن، میگه این اینا رو یادداشت کنین، بریم این اینا رو میگن، مردم خودشون میگن. نه، با اینجور چیزا نیست. ما تنها اون بخشی که میگن کوهی یخی که آمده بیرون 5% داریم میگیم، در اون مایه های ریشه ای داره. خب پس دوستان که در واتساپ، گروه های واتساپی جای این برابر میپرسن برنامه چیه؟ ما چیکار کنیم؟ خب اگر برنامه ای رو شما میبینید نتیجه نمیده یا ندارید، دلیل این نیست که این برنامه های بد رو اشکال داره ادامه بدید. اگه بیمارید استوب کنید، استراحت کنید، بهتره. میگن خواب جاهل از بیداریش بهتره. اینجا هم ما یک گونه جهالت علمی رو داریم. فریدریش نیچه، دکتر نیچه میگه دیگه، احمق یک کار رو بارها و بارها تکرار میکنه، از اون انتظار نتیجه متفاوت داره. نه، اشتباه رو شما در 5 سال یکم، دهم، بیستم، سیوم تکرار کردیم، به 42 سال داریم میرسیم، باز همه شما سلطنت طلب ها، جمهوری خواهان، هر چی دارید برنامه میذارید برای 22 بهمن فلان بسار، باز نتیجه دیگه نمیگیری، همون 30 سال پیشه. سخنتون نو میشه، با سخن نو راه نو ساخته نمیشه. نه، فردوسی میگه، زیبا میگه، ز گفتار ویران نگردد، گاه آبادم تنها نمیگردد. بگو آنچه رأیت، اون رأی یعنی اون اندیشه درونی، اون در نهان چیست، بگو آنچ رأیت بود در نهان. اون نهان ها مهم هست، نهان ها میتونه
میبایستی اندیشه بشه و چه باشه که خوب نشده. پس من پاسخ دوستانی که میگن چه باید کرد، کمی صبر کنید و کمک کنید. روی سخنم با دوستان بیرون هست. همه شما که طرفدار هر جاستید جنگ و دعوا نکنید. خوشبختانه گفتم یکی دیگه از خوبی های این طرحی که انجمن مفنا داره بر پایه از دیدگاه ها و استناد به دیدگاه های غولای اندیشه است. اونجایی که اینا میگن کار میبایستی حتی روندش با شادی همراه باشه، نه اینکه ما به قول بدیم آقا نتیجه کار ما شادی بخش است، نه خود روند. اینکه شما هی میگی که مردم بریزید به خیابان، مردم شورش کنید، این کارهای خود این روند شادی داره. پس اینجا پرسش برانگیزه. حالا ممکنه باشه، ممکنه یک کسی بگه در دعوا یا اینجور چیزا حلوا بخش نکنن، سیاست جای شادی نیست. نه، این گفته بزرگان این نیست. ما به این رسیدیم که قدرت و نیروی به مراتب بزرگتر از بزن و بگیر و خشونت و جنگ و این چیزهایی که تکراری که هست هست، بسیار هزاران برابر از این سترکتر و بزرگتر که میتونه با شادی باشه، با جشن، با دوستی، با اینجور فرمولا باشه. اینا همه نو هست و کسی هم اینه تقلید بکنه، کپی بکنه، نتیجه نمیگیره. دارن این کار میکنه. یه شما رو زیر نام های دیگر اینجا دارن این برنامه رو اکنون میبینن یا در یوتیوب این برنامه رو میبینن و میگن فکر میکنن که حالا این چند تا واژه رو این ور ور بکنن، نو کنن، دیگه همه چی درست شد. نه خیلی درسته مردم به شما گرایش پیدا میکنن، میپیوندن، این نهایتا به زیان شماست. یکی اینکه خوب این تقلب کپی ناقص و اشتباه رو انجام. خب من بیشتر آمده بودم، نمیخواستم لایو داشته باشم. خب لایو نیست دوستان. یکی اینکه خب اگه پسندیدی پخش کنید و دیگر اینکه در گروه ابر انسان ها اونجا خوب کار خوبی داره میشه و ما برای آماده میشیم برای دومین یک شنبه بزرگ در نوروز امسال 1400، به گمانم 8 فروردین بایستی باشه، در اونجا رونمایی خواهیم کرد. تا اون زمان من در همین برنامه زنده دارم اینجا میگم، تا اون زمان همه وقت دارن. شما که طرفدار جمهوری خواهی یا پادشاهی خواهی یا چپ یا راست هر چی هستی، اگر به راستی خودت رو انسان با شرف، با شعور میدانی، انسان درست به راستی خودت میدونی، کمک کنید به اون رهبرانتون، بگید آماده بشند تا اون زمان یا زودتر پیام بدید و هر جور شده بگید ما هستیم، کمک کنید. البته اینو با اون چیز کذای ما هستیم 40 سال شکست خوردی آقای همایون ندونید، ما هست جنبش کذا هیچ نتیجه نداد. حالا نه اینکه ما مخالف اینا باشیم، ما مخالف رو راست ها نیستیم، ما مخالف هم میهنان خدمتگزار نیستیم، با هیچ حزبی هم نیستیم. ما گفتم دیگه، پیشتر گفتم، تئوریک با استدلال موافق اینیم که همه این گروه هایی که تا امروز دیدیم اینا قوی و قوی تر باشن، ولی سالم باشن، شفاف و پاسخگو باشن، که ما چنین چیزی نداشتیم. اکثر اینا به بهانه هایی این رو از مردم میپوشونن. حالا جالبه، مسخره است. یعنی جمهوری اسلامی که خبر داره، در خفا، در پنهان، جمهوری خواه، سلطنت طلب، ایکس ایگره چه برنامه دارن بلا استثنا، همه رو میدونه. خب شما از کی میپوشونید؟ از کی؟ از مردم. مردم نامحرمن. این هاست که ما داریم کارها رو بر پایه شفافیت، به ویژه در این زمانی که نمیشه مخفی کرد، با این شبکه‌ها، این گوشی‌های ما خاموشم میکنیم، میتواند از شما عکس بگیرد، صدایتون رو 2 اتاق اونسوتر بشنود. پس ما بر پایه همه اینها آمدیم، یک پارادایم رو تعریف کردیم، یک کار نو رو انجمن مفنا تعریف کرد که کاریست برای گروهی هم نیست، نه برای پوراست، نه برای حزبی، نه کشوری، نه درون جمهوری اسلامی، نه بیرون. گفتم
این یه چیز تکونوی است، متفاوت است. و اگر کسی هم کمک نمیکنه، ما نه اینکه بگیم ما میخندیم. چرا میخندیم؟ میگه ماها کاری که انجمن مفنا کرد، مانند اون شرکت هایی هست که مانند فایزر بایوتک که شرکتی هست واکسن کرونا رو ساخته، واکسنی هست که 60 تا کشور توش هستن، بیشتر سهامدارش هم آلمانیا و آمریکا، چند ملیتی است، 60 تا کشور ساختی، یعنی در این شرکت دارن کار میکنن. حالا یک کشوری این واکسن رو قبول نداره، فایزر ناراحت نمیشه، اصلا هیچ کدوم آمریکایی هم نمیخریدن، آلمانی هم نمیخریدن، مثال میگم، فرض دارم میگم. این چیزی از ارزش فایزر یا کار دوستان ما در انجمن مفنا کم نمیکنه. هیچگاه کسی، اصلا هیچکی، تک و تنها خودشون ارزش کار کم نمیکنه. مگر اون روزی که کوپرنیک و پس از اون گالیله گفتن که نه زمین ثابت نیست، کسی نپذیرفت، آیا ارزش کارشون رو کم کرد؟ اون زمان میخندیدن دیگه، مسخره میگه آ گالیله ببین، یعنی تو بهتر از افلاطون و ارسطو و سقراط میگفتن زمین ثابت است میدانی؟ این همه دانشمندان ما بهتر میدانی؟ از پادشاه ما بهتر؟ همه میخندیدن. خب گالیله پاسخش خنده بود، کوپرنیک میخندی. امروز ما هم همینجور، ما آرامش چرا داریم؟ ما چرا میخندیم؟ میگه ما دیگه خوب وظیفمون رو انجام دادیم و این طرح‌ها رو داریم میدیم، هیچکی نپذیره. سلطنت طلب، جمهوری خواه، چه میدونم اون گروه شرام همایون، مجاهدین، چپ راست، یکی هم حتی نپذیره، حتی یکی. بماند که کسایی که دارن گوش میدن، اهل استدلالن، یکی نیست که نپذیره. ولی خب رسانه چون دست ما نیست، برای این دارم میگم. خب رسانه دنبال رسانه باند خودش رو داره، گرایش به جایی داره، به حزبی و حزب هم همینجور. به گفته از راسل پرسیدن، دکتر راسل، که چرا یه سری از این باورهایشون اینها دست بر نمیدارن یا اون راهی که رفتن. میگه خب این 40 سال 50 سال پاش پینه زده، این راه اشتباه رو رفته. حالا ایران رو بذاره کنار، اونم ایرانیست، ایرانی سیاسی، مگه میشه؟ برای همینه که ما اون کاری رو که مثلی مانند گالیله یا کوپرنیک یا کاری که برحال بزرگان اندیشه میگویند رو برای ایران برای نخستین بار انجام شده. خب یه کارهایی هم گفته داره میشه و ما نگران نیستیم. طبیعی است ده ها هزار، 40-50 هزار آیدی تنها میگفتن به نام سلطنت طلب ها سپاه داره. و اینا دارن چیکار میکنن؟ به نام سلطنت طلب، یعنی اینجا میان تو همین اینستاگرام و فیسبوک فرتور پرچم شیر خورشید یا پرچم طرفدارهای چپ و یا مشروطه و مصدق و شاه و نمیدونم اینجور چیزها رو میذارن، ولی طرف برای دستگاه امنیتی داره کار میکنه. بین ما میخواد تفرقه بندازه، اینو مسخره میکنه در خفا، در پنهان، در آشکار، هرچی. بنابراین این سختی ها هم داره و ما کار دیگه هم بیشتر از این نمیتونیم بکنیم. و گفتیم تا یکشنبه بزرگ نوروز، خب برنامه ویژه ما روی نوروز هست، چهارمین سال، نامگذاری سال رو هم داریم و یه مقدار این داستان کرونا مشکلاتی رو خوب ساخته. و خب ما پوزش میخوام، من بیشتر از این زمان نبود که بیام از پیش بگم برنامه لایف دارم، یک آن به بهانه این برف زیبا امروز آمدم خوشبشی کنم برای شما، تندرستی برای شما، شادی خواهانم. و از دوستانی که اصلا میهنانی که راه اشتباه دارن میرن، مرغشون یه پا داره، یا همون گفته راسل رو که 3 سال 4 سال 5 سال چون این راه رفتن و اون از اون چی میگن، آرگای به شوخی یا به چیز بگیم بیماری ایرانی یا داریم نمیتونیم ول کنیم و دست بکشیم، فکر میکنیم نقطه ضعف ما، ما این همه مردم رو گفتیم مثلا بیاید برزید تو خیابون این کار کنید، اعتصاب کنید، یا گفتیم برید بانک آتیش بزنید، یا گفتیم بیاید آنارشیست بشید، یا چه و چه و چه از اینا. الان بیایم مثلا فرض کنید که یه چیزایی رو مثلا انجمن مفنا گفته بیایم اینا، خب این آبرومون میره. نه، شما اصلا به ما نمیخواید بپیوندید، نمیخواید به ما کمک کنید، به خودتون دارید کمک کنید. ما میگیم خودتون
این شجاعت شماست، این دلیری شماست. اگر تا اینجا بگید که ما ایستاری میکنیم، من سازمان مجاهدین امروز میخوام اصلا یه چنین فرمی، همه بیاید زیر یک ابر پارلمان 10,000 ایران. این ابر پارلمان شما اون دعواهای خودتون رو میتونید داشته باشید، اختلاف خودتون رو میتونید داشته باشید، پرچم خودتون رو میتونید داشته باشید، شعار خودتون رو میتونید داشته، همه چیزتون خودتون رو میتونید داشته باشید. این اصلا یه کار دیگه است، یه جنس دیگه است و واقعا تاسف باره چرا ما میبایستی 40 سال پیش اینو نمیداشتیم. 30 سال پیش این کمکاری هاست. بنابراین ایرانی های درون این خبر هم خوب رو بدیم، هم این رو ما میخواییم به جای این رو بخواند، همین یکی رو بخواید نتیجه میگیرید، همین یکی رو که چرا این ابر پارلمان 10,000 ایرانی بیرون شکل نمیگیره، چرا 30 سال پیش شکل نگرفت. اگر شکل بگیره بسیار بسیار میتونه کمک بکنه، بسیار بسیار، نه با جنگ، نه با اون نامهای براندازی، آقا کنار زدن یا لابد کشتن یا حس یا زندان. آخه یکی اینکه خود الان مفنا خب یه سری منشایی، یه سری مرامنامه‌هایی داره که برای خودشونه، اینا رو عفو عمومی، خب گفتیم دیگه برپای تکثر هست و نتیجه گراست، نتیجه‌ای که برای ایرانی ملموس باشه و بدون جنگ و دعوا و خشونت و اینا باشه و نیاز به بیگانه. برای این کار فرزانگان هست، کار خردمندانه هست، کار نو هست، همه کمک کنید. یه فرصتی هست دیگه، من دیگه به چه زبانه میگم، گفتم ما شکست که نمیخوریم، همونجوری که اون سازنده فایزر شکست نیست، گالیله هم شکست نخورد، هرچند اون زمان پی نبردن. برای همینه که ما میخندیم، ما شاد هستیم، این شادی اندیشمندانه و آگاهی است، نه شادی حالا اون شادی هم، نه اینکه بگیم حالا اشکال داره از این حالا چیزه بگیم خنده و سرگرمی و اینجا چیزا، یه شادی یک داستان است، یک کار درخشش داشته باشه، کار الماسگون باشه، کار درست باشه، کار با گفته های بزرگان ما بخواند، هم روند شادی بخش باشه، خود رونده رو میخوام بگم، و هم منطقش، یعنی اون منطق درونش، اون وقت باردهی خواهد داشت، بازدهی خواهد داشت. به اینها دوستان بیان، دیشن من تنها گفتم برای این بهانه برف بود، حالا چیزایی گفتم، یه من سرم شلوغ وحشتناک، یه کار خوب خوبی داریم انجام میدیم. دوستان پس به این چالش من هم تعقیب شدم، بخواید از دیگر هر که بیرون هست بگید که چرا، بنویسید تجربتون رو، بنویسید، اینا کمک میکنه. و بدرود میگم، روز خوبی داشته باشید، تا چی میگم وقت دیگر، مثلا اینو دیگر دونم، بدرود.